چه پرنستار آمریکایی تازه برگشته از ایران به شرکت در انتخابات توصیه کند، چه رهبر جمهوری اسلامی بر داغ کردن تنور سرد انتخابات بکوبد، کسادی بی سابقه کارزارهای تبلیغاتی و عدم تمایل بخش بزرگی از جامعه برای شرکت در انتخابات بیش از هر زمان دیگری مشهود است. به دلایلی که شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات جنجالی سال 88 بیان کرد. اگر مردم در کشور با آینده امیدوار نباشند، در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر به نظام خودشون اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر احساس آزادی نکنند، به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند. اینجا کردستان، پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدها از دیوارهای شهر. فعالان سیاسی و مدنی در 14 دهه گذشته همواره شیوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی را فاقد حداقل استانداردهای بین المللی برای یک انتخابات سالم، آزاد و رقابتی دانسته و از آن به عنوان نمایشی حکومتی یاد کردند. این انتقادات در دهه‌های اخیر بیش از گذشته شدت گرفت، به گونه‌ای که میزان مشارکت حتی طبق آمارهای رسمی اعلام شده ی حکومت در آخرین انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی در پایین‌ترین حد خود گزارش شد. تناقض وعده‌های انتخاباتی کاندیداها در 14 دهه گذشته با عملکرد نام‌هایی که از صندوق‌های مختلف جمهوری اسلامی بیرون آمده‌اند در ویدیوی تولید شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی. سلام علیکم. سلام. شنیدید کاندید شدم؟ آره آقا، ان شاءالله موفق باشید. کجا تشریف می‌برید؟ دارم میرم سر کوچه دو تا وسیله بگیرم. بفرمایید برسونمتون. آقا زشته آقا. نه آقا، ما خدمتگزار. آقا آخه من روم نمیشه. نه بفرمایید. عجب. سلام آقا. سلام. شنیدی انتخابات رای آوردن؟ آره آقا، مبارک باشه ان شاء الله. کجا تشریف میارید؟ میرم تو سر کوچه برگردم. صندلی. بنابر گزارش ها با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات 11 اسفند در ایران، تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت مردم در آن افزایش یافته. در ادامه کارزار تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط افراد شناخته شده و گروه‌های مختلف سیاسی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی اعلام کرد جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است. او در پیامی که در صفحه اینستاگرامیش منتشر کرد نوشت: تحریم انتخابات نه صرفاً از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه ماست. همزمان نظرسنجی ها نشان از بی‌رغبتی اکثریت مردم جامعه به انتخابات دارد و موج تحریم انتخابات توسط گروه های سیاسی مختلف در داخل و خارج از ایران که در روزهای اخیر شدت گرفته کماکان ادامه دارد. آریان ریسباف، صدای آمریکا.